بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله اللهم صل و سلم على نبینا محمد بلندگان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بحث ما ادامه بحث برنامه های گذشته هست در بحث توسل هستیم که آیا گفتیم توسل فرد هست که خداوند ما امر فرمودن که باب ابتغو الیه الوسیله آیا این وسیله تقرب جستن به خدا عمل هست یا فرد هست برنامه گذشته صحبت کردیم توسل جستن به الله با, با اسماع زیبای خداوند بحث امروز ما توسل جستن به عمل صالح هست با شعبه های مختلفی که داره خود اصل عمل کاری که انسان انجام میدهد و یک عمل صالح است دی دیروز هم اشاره کردیم که حضرت ابراهیم علیه السلام و فرزندشون حضرت اسماعیل علیه السلام وقتی که کعبه را درست کردند دعا کردند و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل یک عمل صالحی انجام دادن به دستور خدا بوده بعد از اون دعا میکنن یک عمل صالح که انجام دادن و انسان دعا میکند که خدایا این عمل صالح من را قبول بفرما پس تقرب جستن به خدا با عمل صالحی که خداوند انجام به ما دستور داده و بعد انسان دعا میکند که خدایا ام طور که دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل الصلاه و السلام بود كي تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بعد در ادامه دعاشون ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم پس یک عمل صالح انجام داده الان تقرب می جویند با این عمل صالحشون و از خداوند تقاضا دارند تقاضای قبولی تقاضا این که پروردگار ما را تسلیم شوندگان برای دستورات خودت قرار بده از ذریه ما یک امت مسلمانی قرار بده به ما راه و روش انجام دادن اعمال حج نشون بده بر ما توبه کن چرا که تو بسیار توبه پذیر و رحیم هستی پس وقتی که انسان عمل صالحی انجام داد میتونه با این عمل صالح به خداوند تقرب جوید توسل جوید و بعد از اون دعا کند و از خدا بخواهد هر عمل صالحی که انسان انجام داد میتونه بعد از آن دعا کند و از خداوند طلب قبولی کند طلب حسن خاتمه کند طلب برکت در عملش در عمرش در خانوادهش برای مغفرت برای مسلمون ها مش... حل مشکلات مسلمون ها همین که انسان دعا کند برای مسلمون ها و وضعیتی که مسلمون ها در آن هستند حتی نمیتونه تغییری هم بدهد اما اینکه در فکر مسلمان هست و دعا می کند برای مسلمانها ها به حل شدن مشکلات آنها یعنی خیرخواه مسلمان بودن این یک نعمت بسیار بزرگی است و همچنین در حدیث میخونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از سرگذشت شمت گذشته برای ما مثال هایی زدن که درس عبرتی است که آن سه نفری که به غار پناهنده میشوند بر اثر ریزش کوه در غار بسته می شود بعد میگن که هیچ راه و چاره ای نداریم ما ما نمیتونیم این سنگی که بر در غار الان قرار گرفتیم بتونیم جابجاش کنیم تنها راه نجات ما اینه که توسل جوییم به خداوند با عمل صالحی که انجام دادیم و فقط برای او بوده و هر کدام یک عمل خودشونو یادآوری میکنن میگن که خدایا من به خاطر تا این کار انجام دادم بهترین کارم بوده و بدین وسیله خود را نجات میدهند پس می،, می انسان میتونه در موقع سختی ها شدت ها به عمل صالحش توسل جوید دقت کنید عمل صالح در اینجا این حدیث وقتی که ذکر فرمودند رسول الله صلی الله علیه و سلم نه اینها توسل جستن به یک نبی یا به فرشته ای بلکه به عمل صالحی که انجام دادن و به خاطر خدا بوده به خاطر خدا این کارها را انجام میدادند توسل میجوید به این عمل صالحی که خداوند دستور داده و او هم گردن نهاده و این کارها رو انجام داده به خاطر خدا و تونستن بدین وسیله خود را نجات بدهن پس اینو بیاد داشته باشیم که انسان بالاخره خودش میدونه که چه عمل صالحی داره بهترین عمل صالحش چیه و حتی در تفسیر این آیه گفت که خداوند فرماند که لیجزیهم احسن الذی عملو احسن ما عاملو یا احسن الذي عملو بهترین زیباترین کاری که انجام دادن یعنی اینکه زیباترین کار آنها انتخاب می شود و بر اساس این زیباترین زیباترین پاداش به آنها داده می شود پس همون گونه که زیباترین کار انسان سبب نجات او در دنیا می شود و می تونه به آن توصل بجوید به همین صورت در قیامت زیباترین کار انسان سبب می شود که به او زیباترین پاداش ببیند داده شود مسئله بعدی توسل جستن این هم از جمله عمل صالح است حالا از فروع عمل صالح توسل جستن به الله با اظهار ضعف و نیازت به خداوند میگی که من ضعیف هستم در موقعیتی هستی که واقعا نیاز داری نیازمند شدید هستی هیچ کس هم نمیتونه به کمک انسان بیاد اینجاست که انسان به خداوند توسل میجوید با این نیازی که داره یعنی در این وضعیتی که ها هست ضعفی که داره یعنی اینکه من هیچ از این ساخته نیست خدا یا تو همه کاره هستی من ضعیف هستم به این ضعف من رحم کن حضرت موسی علیه السلام وقتی که از فرعون و فرعونیان فرار میکنه میری به طرف مدائن بعد میبینه که ها همه مشغول هستن به گوسفندا چون آب میدهند دو دختر کنار ایستادن یک کنار ایستادن سوال کردن که ما خط بکما شما چرا کنار ایستادید آب به گوسفندانتون نمیدید گفتن که لا نسقی حتی یسرد رعا و ابونا شیخ کبیر حیا داشتن ایمان داشتن گفتن که پدر ما پیر هست نمیتونه بیاد آب به گوسفندا بده ما هم تا زمانی که باقی چوپان ها آب به گوسفندانشون ندادن دور نشدن ما نمیریم نمیخوایم در این جمع وارد بشیم فسقالهما ما جوان بود قوی بود حضرت موسی علیه السلام ثم تولى الى الظل هیچ چی از اونها نخواست و جالب هست که شایسته انسان هست که وقتی کسی نیاز داره خودش بره کمکش کنه ازش بخواهد که مشکل تو چیه نه اینکه به اون مراجعه شود بلکه سعی کند که خودش برود به دنبال نیاز دیگران حل مشکل دیگران کاری که حضرت موسی علیه السلام, السلام کردن بعد از این کار ثم تولى الى الظل رفت در زیر سایه درختی نشست دعا کرد فقال رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر پروردگارا من نیازمند و فقیر هستم به هر خیری که از تو باشه هر خیر کوچکترین خیر الان در یک اومده جایی که هیچ کس نمیشناسد از دست فرعونیان فرار کرده است سرپناهی هم نداره هیچ کس نمیشناسد واقعا که ضعف داره نیاز داره به خداوند و فرمودن که بارلا ها هر خیری که از سوی تو به من برسه من نیازمندش هستم کوچکترین هم باشه من خیر کوچکترین خیری که از سوی تو به من برسه من نیاز دارم یعنی که اصلا هیچ کاری نمی کنن انجام بدم. جالب هست که در این حالت هایی که هست میبینیم همیشه نتیجه بعدش هم میاد نتیجه هم میاد چه در زمانی که انسان توسل میجاد به عمل صالحش نتیجهشو میبینه و همچنین زمانی که در اینجا اظهار ضعف میکنه اظهار نیازش به الله میکند نتیجه بعد از اون فوری میبینه بعد از این دعاش و این عمل خیلی که انجام داد و دعایی که کرد احدا احداهما تمشی على استحیا قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا یکی از دخترها اومد با شرم و حیا گفت که پدرم تو را فرا میخواند که پاداش این کار تو به تو بده پس نتیجه انسان میبیند توسل جستن و از خدا خواستن اظهار ضعفت و اینکه تو بی نیاز از خدا نیستی واقعا نیازمندی انسان در یک حالتهایی واقع میشود که این حالتها ضعف کامل انسان میرسونه اینجاست که به این ضعف خودش متوصل میشه به خداوند خود و من میبینیم این وضعیت من هست چقدر فقیر نیازمند رحمت تا هستم از همه جا بریدم همه درها بر روی من بسته شده بار ها صادقانه مخلصانه دعا کند نتیجه خواهد دید همون گونه که حضرت موسی علیه السلام نتیجه دیدن همچنین زکریا علیه السلام در پای پیری قال رب اني وهن العظم منی وشت على الرأس شیبا ولم اکن به رب شقیا خدایا پیری دیگه تمام وجود منو فرا گرفته و سخونم دیگه سست و ناتوان شده موهای سرم سفید شده خدایا هیچ وقت دعایی نکردم که تو دعای من رد کنی همیشه امیدواری به رحمت تو هستم امیدوارم که دعای منو قبول کنی تقاضای فرزند میکنه بعد جواب چیه میگه فاستجبنا ناله و وهبنا ناله یحیا دعاشو قبول کردیم اجابت کردیم و به او یحیا بخشیدیم دقت من الان زکریا علیه السلام با اون وضعیتی که داره ضعفی که داره نیازی که داره دعا میکند اینی وهن العظم منی استخونم سست شده واشتعل الرأس شیبا پیری در سرم شعلور شده موهای سرم دیگه سفید شده و بعد ولم اکن به دعای که رب شقیه دقت کنید بار دیگه توسل جستن به این امیدی که به خدا داره و اینکه خداوند همیشه دعای او را قبول می کرده. و اون وضعیت جسمی که داره و العظم و منی استخانم سست ضعیف شده سرم دیگه پیری تمام سر فرا گرفته و اشتعل دقت این چقدر تعبیر قرآنی زیباست اشتعله شعله شده است ولم اکن دعای که رب شقیه بعدیشم که خدایا من همیشه امیدوار به رحمت تو هستم همیشه امید دارم هم که دعامو قبول کنی دعامو همیشه قبول میکرده. خدایا دعای منو قبول کن این وضعیت من هست خب پس دعا قبول شد پس دقت کنیم در انسان در یک موقعیتی که قرار میگیرد در آن حالت با وجودش داره دعا میکنه دعاش قبول میشود حالا بعضی ها خیال میکنن که اگر همین دعا را تکرار کند قبول میشه نه تو در اون حالت باید واقع بشی اون حالت به تو دست بدهد اونو درک کنی بعد دعا کنی دعا تو قبول میشه همه خیال میکنم بله فلانی دعای خون دعاش قبول شد مشکلش حل شد آقا با فقط با این کلمات نیست کلمات سحری سحری که نیست کلمات جادویی که نیست که بگی که در باز بشه نه باید در اون حالت واقع بشی ایوب علیه السلام, السلام رب اینی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین صحفی که داره دیگه سختی که بهش رسیده در اون حالت با این وضعی که داره دعا میکنه ضعفی که داره نیازی که به الله دارد فاستجبنا له دقت کنید نتیجه فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر اجابت شد سختی از دور شد مالش برگردونده شد فرزندان برده خدا بهشون دادند رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین خب همه اینها پس نتیجه توسل جستن به خدا با سعفت هست با نیازی که به خدا داری همیشه ما باید این احساس رو داشته باشیم که نیاز به خدا داریم ولی خب حالت هایی میاد که واقعا انسان دیگه تمام درها میبینه روش بسته شده هیچ کس به کمک اون نمیاد هیچ کس نمیتونه براش کاری کند اینجاست که فقط به خدا متوسط میشود از خدا میخواهد و خداوند هم اونو اجابت میکنه بحث بعدی که از جمله توسل جستن به عمل صالح هست اعتراف به گناه و اقرار کردن به نعمت خدا بر اون عمل صالح هست که انسان اعتراف کند به گناهش به اشتباهش یک عمل صالح است و انسان با این اقرار و اعترافش به خداوند متوسل میشه که خدایا منو ببخش مثلا و بعد دقت کنید نتیجه این اعتراف هم همیشه خداوند یاد فرمودن همون گونه که در اون مسئله ذکر کردیم که انسان وقتی متوسل میشود به خداوند با عمل صالحش با اون وضعیتی که داره ضعفی که داره نیازی که داره نتیجه هم فوری میبینه در اینجا هم میبینیم وقتی که قرآن ذکر میفران که وقتی که اعتراف به گناه شده و اعتراف کرده به نعمت خدا بر خودش میبینیم که نتیجه هم ذکر شده آدم علیه السلام و, سلام و همسرشون حوا علیه السلام وقتی خداوند فرمودن که از این درخت نخورید اونها تحت تأثیر وسوسه شیطان این درخت رو خوردن قالا ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا من الخاسرین بارلاها به خودمون ظلم کردیم اعتراف میکنه اول به گناه گناه سرپیچی از دستور خدا را به عنوان ظلم به نفس خود معرفی میکنه ظلم به خدا نبود گناهی بود که مرتکب شده ظلم کرده به خودش الان ظلم کرده به خودش میگه بارلا پروردگاه را ما به خودمان ظلم کردیم اعتراف اعتراف به گناه و اگر ما را نیامرزی و مورد رحمت قرار ندهی از جمله خاسرین خواهیم بود زیانکاران خواهیم بود نتیجه چی بود؟ نتیجه این اعتراف و این درخواست چیه؟ در سوره تاها میخونیم دیگه ثم جتباه ربه فتاب علیه و هدا برگزیده شدند توبه که خدا برش میکنه و هدایتش میدهد ثم مجتباه ربو دقت کنید در اینجا شما بین آدم و ابلیس چقدر چی می، چی مسافت می، بحث مسافت نیست مدت زمان نیست چه فرقی میبینید در بین ابلیس و آدم علیه و السلام که خیلی از انسانها راه و روش آدم و میپیمایند و خیلی از انسانها هم راه و روش ابلیس وقتی که دوچار اشتباه شدیم بایستی همانند پدرمان آدم علیه السلام و سلام برگردیم به سوی خدا اعتراف کنیم به گناهمون از خدا بخواهیم خداوند هم توبه, توبه, ما را قبول میکنه خدا توبه پذیر هست اما ابلیس اصرار ورزید تکبر ورزید خیلی از ماها هستیم انسان ها هستند که بر گناه اصرار میورزد ادامه میدهد دچار استکبار و غرور میشود همون راه شیطان میپد خود را از خدا دور میکند مورد وقتی لعنت یعنی دور شدن از رحمت خدا هی داره خودشو از رحمت خدا دور میکنه تعمد می کند پس آدم صفت باشیم نه ابلیس صفت نوح علیه السلام وقتی که میبینه فرزندش غرق میشه میگه که بار این نبنی من اهلی و این وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. خدای وعده که به من دادی وعدت حق هست این فرزندم از خانواده من هست به نوح گفته میشود که این از تو نیست این از خاندان تو نیست انه عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک به علم چیزی که نمیدونی حتما نخوا پس هر چیزی که از خدا میخواهیم بخواهیم باید بدونیم که چی از خدا میخواهیم چیزی که نادرست هست از خدا نخواهیم بدین خاطر هم رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند که دعایی که درش گناه باشد دعای به ناحق باشه نفرینی به ناحق باشه درش ظلم به خیشاوند باشه قبول نمیشه دعای نوح علیه السلام و السلام پیامبر اولو العزم 950 سال دعوت داده بودن اما فرزندش خدا نه بحث فرزندی نیست بحث ایمان هست بحث خداست این حاضر نشده ایمان بیاورد غصه اینو نخور این از اهل تو نیست این شامل کسانی نمیشه که من به تو وعده دادم یعنی به خاطر 950 سال دعوت اگه بحث رودر بایسی بود یا اینکه بالاخره دل نوح را به دست بیاورند بود خوالا 950 سال دعوت داده زحمت کشیده خب حالا بدین خاطر بچهش نجات میدیم اما خداوند نه برمودن که نوح جاهل نباشه إني أعيذك أن تكون من الجاهلين جاهل نباش إن, إن مؤمن نبوده بس بعدين من شامل إن نمي شود إنجا بود عليه الصلاة والسلام برمي گردت بسوء خدا اعتراف ميكونت باشتباهش گفتن رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين بارلا پروردگارا من به تو پناه میبرم از چیزی که خواستم که در موردش علم نداشتم و اگر من را نیامرزی و مورد رحمت قرار ندی از جمله زنکاران خواهم بود دقت کنید یک تقاضای ظاهرا کوچک هستو خدا یا بچم از خاندانم هست تو به من وعده دادی اونو نجات بده الان همین دعا دقت کنید حضرت نوح میفران که بار اگه من را نیامرزی در برابر این درخواستم و مورد رحمت قرار ندی زیانکار خواهم بود پس چقدر مسئله دقیق هست مهم در اینجا دقت کنید که انسان اعتراف میکند نوح علیه السلام فوری اعتراف میکند وقتی خداوند بهش فرمان اعتراف میکنه اشتباه کردم خدایا به تو پناه میبرم که دیگه درخواستی کنم که نمیدونم داوود علیه السلام وقتی که مورد آزمایش قرار گرفت دقت کنید اعتراف به اشتباه مورد آزمایش قرار میگیرد فوری حکم صادر میکنه بدون اینکه از طرف دعوای دوم بشنود طرف اولی شنید که ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اقفلني ها وعزني في الخطاب نبد نه تا گوسفند داره برادرم یه گوسفه من دارم میخواد اینو از من بگیره با تندی با من برخورد میکنه داوود علیه السلام قبل از اینکه سخن اون برادر دیگری رو بشنوه فرمودن که لقد ظلمک بسؤال نهجتک الی نعاجه به تو کرده بدون اینکه بشنود خب بعد تو چ... تو چی میگی بعد که متوجه شد که مورد آزمایش قرار گرفته و ظن داوود ان فتناه فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب اعتراف کرد به اشتباهش خدا من اشتباه کردم منو بیا سجده افتاد نتیجهش چی بود فغفرنا له ذلك مورد آزمایش بود خب اعتراف کرد به اشتباهش بخشیدیم و ان له عندنا زلفا وحسن مآب و حسن معاب برای او در نزد ما قرب و منزلت هست و بازگشت زیبا سلیمان بس دقت کنید در اینجا نتیجه نتیجه اعتراف به اشتباه فغفر ناله ذلك و بیشتر از این هم میگه که چی فرمودن خداوند و ان له عندنا لزلفا و حسن معاب سلیمان علیه و السلام ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب مرد أزماش قرار میگیره بعد دعا میکنه قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب بعد ذنبك مورد قرار جرفت ألقينا على كرسيه جسدا بی حرکت شد، بی اراده شد ثم اناب و توبه کرد بعد دعا کرد اول چی؟ رب غفلی خدایا مرا بیامرز، و لی ملکن به من پادشاهی بده به من حکومتی بده سلطنتی بده، قدرتی بده لا ينبغي لأحد من بعد شايسته هیچ کس بعد از من نیست انك انت الوهاب بعد دقت کنید ادامه این گناش که وقت اعتراف کرد که رب اغفر دعا کرد که بار به من این قدرت رو بده نتیجهش نتیجه اعتراف به گناهش چی بود فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. خدمتش بود تشبه والشياطين كل بناء وغواص شياطين اونایی که بنا بودان مِعْمَار بودان و غواص واخرين مقرنين في, ال... في الاصفاد انا ايه هيك ساركاشيمي كاردن بقول هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب و این له عندنا لزلفا و حسن معاب بالاتر از اینها او در نزد ما جایگاه والایی داره مقرب هست بازگشت خیلی خوبی داره و یونس هم علیه السلام وقتی که اعتراف میکنه به اشتباهش که وقتی قوم خودش رها میکنه بدون اذن خداوند ازشون ناراحت میشود أظن أن أن لن نقدر عليه. جمان كار يونس عليه الصلاة والسلام كبروا ساخزم يجيني من القضية نيازي بإذن خضغان نست. بذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. خوف أيدي فالتقمه الحوت نهنج أورا بالإيد. فنادى في الظلمات. در تو دریاها بود در, در تالکی شکم نهنگ بود الله اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اعتراف میکنه به گناهش به اشتباهش هیچ معبودی نیست جز تو تو پاک و منزه هستی تو اشتباه نکردی اشتباه از من بوده من ظالم بودم بار الله تو به ما ظلم نکردی تو اشتباه نمیکنی من اشتباه کردم من به خودم ظلم کردم تو پاک و منزه هستی این دعاش بود در نتیجه نتیجه این اعتراف چی بود؟ فستجبنا لهو و نجیناهو من الغم دعاشو قبول کردیم و او را از این مشکل نجات دادیم و کدالک ننجی مؤمنین و اینچنین ما همیشه مؤمنان نجات میدیم موسی علیه السلام, و السلام وقتی که با اون قبطی درگیر میشه سربازان و حاشیه فرعون درگیر میشه وقتی اون ببینه با یکی از بنی اسرائیل درگیر شده یه مشت میزنه خب خواسته دفاع از اون بنی اسرائیل کنه قصد کشتن هم نداشته مشتش کاری بود انسان جوان قوی هکلی بوده بعد حضرت موسی علیه السلام میفرماند که قال رب انی ظلمت نفسی پروردگارا من به خودم ظلم کردم فغفر من را بیامرس تا قد کن اعتراف بگنا فغفر له انه هو الغفور الرَّحِيمُ خداوند او را آمرزید چرا که خداوند آمرزنده است و مهربان پس این صفت خدا همیشه میادا هنگامی که بحث مغفرت ما همیشه غفور و رحیم و یا انسان در دعاش میگه که الا تغفر رب غفر و مغفرت رحمت صفت خداست و بعد هم در آیاتی میبینیم که اسم خدا میاد که غفور و رحیم هست رسول الله صلی الله علیه و سلم سید الاولین و الاخرین سید فرزندان بشر رهبر بشریت شب که نماز تهجد می‌خوندند دعا میکرد يا رسول الله. صدق. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. بار الله من بيومرس. كنا يكي بيشكش دام كنا هونيك دريش با انجام ندادن کارهایی دچار گناه شدن چیزی که آشکاری پنهانی زیاده روی همین تو اینا میدونی خدایا گناهان منو بیامرز دعای رسول الله صلی الله علیه و اعتراف میکنه به کوتاهیش و همچنین میفرمون که اللهم اغفر لی جدی و هزلی و خطئی و عمدی و کل ذالک عندی بار بیامرس اشتباهاتی که جدی بوده شوخی گناهی مرتکب شده اشتباه عمدی نبوده خطا بوده و یا عمدی همه اینها من دارم خدا همه اینها را بیامرس اعتراف میکنه اعتراف می کند به اشتباهش به کوتاهیش دقت کنید اللهم اغفر لی جدی و هزلی و خطئی و عمدی بعد که و کل ذلك عندي همه اینها در زندگی من هست جدی اشتباهی به شوخی بوده عمدی بوده و یا رسول الله صلی الله علیه و سلم در سجده دعا می که اللهم اغفر لی ذنبی كله دقه و جله و اوله و آخره و علانیته و سره بار بیامرس همه گناهان من را آنچه که آشکار هست پنهان هست اولین گناهان اول و آخریم همه بین همه اینها آشکار و پنهانش همه بیامرس پس اعتراف به گناه وسیله است برای بخشیده شدن پس ما باید اعتراف کنیم در برابر خدا این اعتراف کردن اعتراف کردن وسیله هست یک عمل صالح هست پس اعتراف کردن به گناه و بازگشت به سوی خدا توبه کردن عمل صالح هست که انسان متوسل می شود به این عمل صالحش و از خدا می خواهد الان بین انسان و خداست هیچ کس در این قضیه دقت کنید شما نمی بینید که اومدن شخص سومی را قرار دادند دعاهای رسول الله دیدیم سلیمان، ایوب، موسا، نوح، آدم، ایوب، یونس همه اینها ببینیم که ارتباط مستقیم انسان با خداست در این دعاها در خواستن از خدا وسیله اینها چیست؟ اعترافشون و اظهار بندگی بازگشت به سوی خدا از خدا خواستن و دعای سید الاستغفار که مشهور است و همه صبح و عصر میخونیم که در اونجا انسان اعتراف میکند به اشتباهش اعتراف میکند انسان دعای سید الاستغفار همه حتما حفظ هستیم دیگه همیشه از شبکه ها هم پخش میشود اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقول بناه أول اعترافه كده و بعد اعتراف به اشتباهش اول اعتراف به نعمت خدا خدا لا اله الا انت ربی لا اله الا انت خلقتنی بعد من بنده تو هستم در حد توانم بر عهدی که دادم هستم و امیدوار به اون وعده تو هستم یعنی کاری انجام میدم که اون وعده تو شامل حال من بشود بعد اعود و من این شر ما صنعت پناه میبرم به تو از شر آنچه انجا که انجام دادم دقت الان اعتراف کند این سید و لستقفار هست دوازه. اعتراف میکند پناه میبرد اول به خداوند از کار. اعتراف میکند به نعمت خدا اعتراف میکند به کتاهیش اعود و بیکم این شرق ماسناتو ابو اولک به نعمت که علی اعتراف میکنم که تو بر من نعمت دادی غرق در نعمت تو هستم و ابو او بدم به بی. اعتراف میکنم به گناهیم کوتاهی کردم فغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت منو بیامرز که غیر از تو کسی گناه را نمیامرزد دقت کن در اینجا این ارتباط مستقیمی که هر روز صبح و عصر ما با خدا برقرار میکنیم بس چگونه انسان متوسل میشود به غیر خدا یکی دیگه را وسیله قرار میدهد میگه وسیله من یک فرد هست بعد این از این فرد بخوام این فرد از خدا بخواد دقت کن در این سید الاستغفار مستقیما بنده هر صبح و هر عصر از خدا میخواهد اعتراف میکند به خدا پناه میبرد از شر کارهاش اعتراف میکند به نعمت خدا اعتراف میکند به گناهش بعد از خدا میخواد خدا گناه منو ببخشه و غیر از تو هم کسی نمیتونه گناه منو ببخشه هیچ کس نمیتونه گناه منو ببخشه جستو به و رسول الله فرمود هر کس این دعا را بخوند که یقین داشته باشد به این اگه در طول روز بمیرد بهشتیست در شب بمیرد بهشتی است بر توحید هست دیگه الان بحث توحید هست دیگه کلا این دعا تو... توحیدی بود پس دیدیم بینندگان عزیز که هیچ وقت در هیچ دعای شما متوجه میشید که بین خود انسان و ربش واسطه قرار نمیدهد اشتباهاتشو نیازشو مستقیما بر خدا عرضه می کند و از خداوند درخواست می کند از جمله عمل صالح توسل جستن به خدا با دعای انسان های صالحی که زنده هستند و حاضر هست دقت کنید انسان زنده که حاضر هست نه مرده و نه کسی که غایب هست انسان زنده حاضر آب ما داریم دیگه سرگذشت برادران یوسف علیه مسلات و وقتی که میاند پیش پدرشون بعد یعنی که قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین ای پدرمون برا ما تق... تقاضای مغفرت کن ما اشتباه کردیم گناه کردیم اشتباه کردیم خدا برای ما تقاضای مغفرت کن در حق پدر خب خیلی بدی هم کرده بودن دیگه چقدر حضرت یعقوب رسیم غصه خوردن و چگونه با پدر رفتار کردن قالو تالله الله في ظلال قدیم قالوت الله تفتع تذكر یوسف حتی تكون حردن او تكون من الارکین به او دروغ گفتن این برخوردها ها را با حضرت یوسف داشتن با, با پدرشون داشتن بعد خب گناه مرتکب شدن حالا از پدر به عنوان نبی خداست یعنی که برای ما دعا کن طلب مغفرت کن در حق ظلم کردی قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم پس حضرت یعقوب علیه السلام زنده بودن فرزندانش اومدن پیش پدر حاضر و تقاضای مغفرت کرد اونایی که تو راه, نبود، تو راه بودن هنوز نرسیده نگفتند نگفتن که پدر ما را ببخش تو عرض راه از مصر وقتی اومدن بیرون بود. نگفتن که پدر ما را ببخش اومدن پیش پدر حاضر بود زنده بود ازش تقاضا کردند و همچنین در سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم در بحث احادیث استسقاه طلب باران اومدن می اومدن پیش رسول الله یا رسول الله پیامبر خود میخوندن عربی اومد یا رسول الله دعا کن ما در صحرا هستیم بارون نیومده گوسفندارمون هلاک شدند دعا کردند یک هفته بارون بود صحابی میگن که در آسمان ابر دیده نمیشد پیامبر که دعا کردند ابر اومد باران شروع شد یک هفته بارون نمی اومد هفته بعد همون عربی اومد یا یکی دیگه گفت که یا رسول الله دعا کن که بارون تموم بشه داریم غرق میشیم که رسول الله دعا کردن بردی پس از رسول الله زنده بودن حاضر بودن اون عربی تو بادیه ننشست گفت که بگی که یا رسول الله دعا کن تا خدا به ما بارون بدهد یا اونجا ننشست گفت که یا رسول الله دعا کن تا خدا بارانو تموم کنه سیل ما را برد نه بودن پیش رسول الله یعنی انسانی که زنده هست و حاضر هست ازش تقاضای دعا میکنید و خیلی زیباست این این سرگذشت اویس قرنین رو بگیم بعد تماس بینندگان رو بگیریم حتما همه سرگذشت اویس قرنی رو شنیدید و اگه نشنیدید بیاید با هم این سرگذشت زیبای اویس قرانی که امام مسلم رحمت الله علیه در صحیح خودشون نقل کردن با هم بشنویم اسیر ابن جابر رضی الله میگویند که حضرت عمر امیر المؤمنین در زمان خودشون هر وقت که گروهی از یمن میومد فوری سوال میکرد که افیکم اویس ابن عامر اویس ابن عامر قرنی در میان شما هست تا اینکه یه زمانی اویس اومد مدینه حضرت عمر فرمود که تو اویسی گفت بله گفت از مراد قبیله ما گفت از قرن گفت بله گفت که بیماری پیسی داشتیم خوب شدیم مگر به اندازه یک جای درهمی یه تومانی گفت بله گفت مادرتون زنده بود زنده است گفت بله گفت رسول الله صلی الله علیه و ازشون شنیدم فرمودن که اویس ابن عامر خواهد اومد همراه با اهل یمن همین چیزا که حضرت عمر فرمودن که از مراد بود بعد از قبیله قرن هست پیسی داشت خوب شد مگر موزی یک جای بندازه یک درهمی یک تومانی مادری داشت که نسبت به مادرش خیلی خوب بود و نیکوکاری میکرد که این اویس اگر قسم بخورد خداوند قسم او را برآورده میکند اگه تونستی ازش تقاضای مغفرت کن که دارا دعا کند بعد حضرت عمر به اویس گفتن که برای من دعا کن اویس هم براشون دعا کردن گفت کجا میری؟ گفتم کوفه گفت به فرماندار کوفه سفارش چیزی بنویسم گفت نه دوست دارم که در میان عموم مردم باشم میگه سال بعد یکی از سران کوفه اومد به حج با حضرت عمر ملاقات کردن از اویس ابن قرنی سوال کرد اویس ابن عامر قرنی از او سوال کرد گفت که ترکته رسل بیت قلیل المتا و خوبی نداشت زندگی خوبی نداشت خونه خیلی خرابه ای داره که چیزم توش نیست اساسم تو خونش نیست بعد حضرت عمر فرمودن که از رسول الله صلی الله علیه و شنیدم که اویس ابن عامر قرنی خواهد اومد همون چیزهایی که در حدیث فرمودن بعد بهش میگه که همون کل حدیث که اگه تو ازش بخوا برات دعا کنه این فرد وقتی که به کوفه برمیگرده میاد پیش اویس میگه که برای من دعا کن استغفر لی برای من طلب مغفرت کن از خدا من. اویس میگه که خب تو از یک سفر عبادتی میای تو از حج میایی تو برای من تقاضا برای من دعا کن این فرد اصرار میکنه که برای من دعا کن بار تکرار میکنه اویس میگه تو از یک سفر صالح اومدی سفر عبادت بوده تو از تو از حج اومدی تو برا من دعا کن اصرار میکنه بعد میگه که مگه با عمر ملاقات داشی گفت بله خب بعد براش دعا میکنه بعد مردم که متوجه میشن فانطلق علی وجهه خودشو پنهان میکنه دیگه کس ازش خبر نمیشه پس اینجا دقت کنید تقاضای دعا از کی شد از زنده ای که انسان صالحی است زنده هست و حاضر هست رسول الله فرمودن که ای عمر یا ای اصحاب از اویس بخواهید همونجا که هست بگید ای اویس برای ما دعا کن که خدای دعای ما را گناه ما را ببخشد فرمان که اویس خواهد اومد به مدینه و این ویژگی رو داره اگه تونیسی باش ملاقات کردی ازش بخوا برای دعا کنه دعا انسان صالح بله آقای رضایی با فرمایت معذرت که پشت خط سلام جناب آقای حسینی و علیکم السلام و رحمت الله و رکاته سلامت باشید استاد کم کم برنامه برای بخت برام مخاطب کم میگذارید آقا گرسه خب بخت سنگین است و میخواید حد مرتب ادا بشه ولی خب برنامه رو اضافه کنید طور طور چیز کنید مثلا چهارشنبه هم حالا یا مثلا یک روز دیگه هم برای این بحث بگذارید محضر شما بگم که در خصوص برنامه امروزتون و به عمل ساله و اون که استناد فرمودید و بعدم در یک قسمت از مطلبتون فرمودید ما باید اختراف کنیم به جدمون حضرت آدم علیه السلام و, السلام. علیه السلام و سلام. حضرت آدم موضوع بحثی بود اصلا محور موضوعیت بود خلیفت اللهی بود همونی که شما داری از اون موضوع اصلا میذاریش کنار منها کنی اونجا موضوع خلیفه بود ملائکت الله نسبت به نوع خلیفه سوال داشتن و اعتراض میکردن و حضرت رب العالمین میفرما دقت میخواد شما خیلی دقیق هست زیادی که میگم دقت میخواد یعنی بینندگان رو دارم دعوت میکنم به دقت نه اینکه من خیلی دقت دارم اونا دقت کنن و علم آدم کله کلها تمام اسماء رو به آدم آموختیم ثم عرضهم علی الملائکه اونا بیخوشش گفتیم به ملائکه ب... عرضهم ما را عرضه کردیم بعد فقال انبعونی به اسماع هاولا به این اسماع که گفتیم حالا ما اسماع را به ما خبر بدید اینا کیانن بعدم فقال گفتن که لا علم لنا الا ما علم تنها خدای علم بر این نداریم مگر اون چه بر ما شما آموختید جناب آقای حسینی زرافت اینجاست که اینجا که مورد امتحان قرار گرفت آدم این که زمین خود خدا خود زیر پا آدم کشید شیتون زمین آدم در مقابل شیطون زمین خود همین آدم زمین خورده وقتی خدا مخواد دسته بگیره فتلب با آدم و من ربهی کلمات فتاب علیه انهو هو تباب الرحیم آدم زمین خورده به توسط کلماتی که برش تلقی شد او را خدای عالم دست گرفت و انبیا که نامشون رو با جناب زکریا جناب داوود حضرت ایوب حضرت نوح اینا اسمش رو در امتحان قرار گرفتن الله اکبر اینا یه طرف امتحان اما جد رسول الله وقتی بخواد مورد امتحان قرار بگیرد و ازب ابراهیم رب به کلمات مورد امتحان حضرت ابراهیم علیه السلام کلمات قرار گرفتن از ما هم دیگه نبود وقتی هم که فعتمه هن خیلی عالی زیبا امتحانه که داد حالا در مقابل این قضیه ای که محضر شما بگم که قال انی دائل کل ناس اماما قال و ممزوریتی قال لا ینال اهد عهد ظالمین جناب آقای حسینی دیروز من خدمت حضرت عالی هست کردم که من اگر بخوام به جهاد جعفر تیار من که خودم جهاد جهاد نبودم و جهادی در نام عمل من ثبت نشده پیش خدا اگر بخوام آهود جاهدو که در آیه موضع بحث هست که یا این آمنو تقل الله و الیه و جاهدو فی سبید الله این را که بخوام جهاد بگیریم در خدای عالم این جهاد منظوری هم جهاد چیز باشه جهاد در رکاب رسول خدا باشه جنگ باشه خب من نکردم اما جهاد جعفر تیار که مطلوب واقع شده پیامبر خبر داده است خدای عالم این جهاد را قبول کرده این اشکاده شما فهمید این جهاد به تو سمگه پیغمبر ما نفرمود هر که عمل هر قومی رو دوست داشته باشه خدا با همه همون قوم... و همو عمل محجورش میکنه. قومی را که قومی را دوست داشت یه دقیقه آی رزای اولا که پیامبر کنون من احب ثانیه دیگه پنی ثانیه دیگه بگم, بگم. بگم. اینا ای که در جنگ ها با پیامبر نبودن و در مدینه میماندند پیامبر فرمود اینا که دلشون با ما صفت و, و پیروزی ما را میخواهند در این عمل با ما اینا صحیمن در عمل جهاد با ما صحیمن بفرمایید حال شما خب این چیزی که فرمودید کلا بر خلاف آنچه که شما میخواستید یا اعتقاد دارید هست اولا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمان که هر کس قومی را مردمانی را دوست داشته به المرء مع من احبه کسی دوستش داشته باشه خب اگر بحث جهاد جعفر طیار رضی الله عنه باشه خب جهاد رسول الله صلی الله علیه و سلم که بالاتر هست چرا پس شما به جهاد پیامبر متوسل نمیشید هیچ کس بالاتر از پیامبر نداریم این که مورد اتفاق همه ماست همه این اتفاق داریم که سید ولد آدم هست سید البشر هست سید الاولین هستن. و الاخرین هستند ما بهتر بزرگوارتر و مکرمتر بر خدا و در نزد خدا از سیدنا محمد علیه الصلاه و السلام نداریم و اما آنچه که فرمودید خب آدم علیه السلام ابو البشر هستن فرمودن که وقتی خداوند بهشون فرمودن که به این درخت نزدیک نشید از این درخت نخورید فوسف سلهم الشیطان بیاد این آیه رو آیه تو با هم بخونیم تا اینکه بدون چی میگه که و یا آدم این سوره اعراف هست و یا آدم اسکن انت و کل الجنه ای آدم تو همسرت در بهشت سقنا بقوزينيت فكلا من حيث شئتما، هر چی خويت بخورید اما این درخت نزدیک نشوید ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. این سورا ظالم بود فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. وسوس الشيطان شروشود. که خدا که شما را از این درخت بر داشته نمیخواست اگه شما از این درخت بخورید یا فرشته میشید یا از جمله چی میشید ماندگار ها میشید دیگه مرگ سراغتون نمیاد این وسوسه وزوزه کرد و قاسم هم. قسم هم خورد براشون که من به شما من خیرخواه شما هستم فدلاهما به غرور آرام آرام کم کم اونها را از بس وسوسه کرد و سوگند خورد اونها را فریب داد بعد چی شد فلما ذاق الشجره بدت لهما و طفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه ناداهما ربهما پروردگار اونها رو ندا میزنه که مگه من شما را نه نکردم از این درخت و به شما نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست چرا این کارو کردید چرا فریب شیطانو خوردید بعد قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين پروردگار بر ما به خودمون ظلم کردیم اعتراف میکنن به اشتباهشون و بعد تقاضای مغفرت میکنن میکنن که اگه ما را نیامرزی ما را رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود 100 درصد ما زیان خواهیم کرد پس این خیلی آیات قرآن خیلی واضح و آشکار هست آدم علیه السلام اول بشر خب در اینجا فری به میخوره وسوسه شیطان چقدر وسوسه میگونه چقدر قسم میخوره سوگند یاد میخوره من خیر خواهم شما هستم فری میده بعد توبه میکنه باز میگردد به سوی خدا خدا هم توبه قبول میکنه در اینجا شما دقت کنید هیچ واسطه هم قرار نداد ربنا دقت کنید ربنا فتلقى آدم من ربی کلمات کلماتی که خداوند از آدم دریافت کرد آدم از خداوند دریافت کرد چی بود؟ ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا من الخاسرين چی بگید چیکار کنید؟ پس اینجا مستقیما از خداوند تقاضای بخشش کردن با خداوند مستقیما گفتن که ما به خودمون ظلم کردیم همونطور که هر مؤمنی وقت والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لِذُنُوبِهِمْ ومن يغفر الذنوب إلا الله وقت كي من گناه كردم شما غي رضاي قناه كردين بياد قناه من ميوفتين قناه من بياد من ميوفتين یاد خدا میوفتیم فوری از خدا تقاضای مغفرت میکنیم چرا بعد برم در اونجا هیچ کدام هیچ جای آیات قرآن نیست که یه واسطه قرار داده شده که از او بخواهیم که او از خدا بخواهد که گناه ما را بیامرزد جناب حسینی اگر انبیاء که مثال میزنی که اینها از خدا خواستن و واسطه نداشتن انبیاء خودشون واسطه یه فیزن خود حضرت آدم خود حضرت لوب حضرت ایوب اینها خود مستجاب و دعوه هستند و زندگی اینها سرمشت هست برای ما حضرت آدم علیه السلام در قصه ی حضرت شیطون که وقت کرد حضرت آدم علیه السلام را اگر خوب در آیات امید مد... بشیم خداوند همونطور که در احود اراده کرد کس بخورن اینجا خود دیری ای پای آدم و کشید و ببینید در قصه امتحان حضرت آدم تیز از این گندم نخور پس نه این اش... ما اینکه ما خوش... و کمترین وزنه را میذاریم جلوش نخور چرا ما میگیم کار ما وحی بکن نکن وقتی ما میگیم نکن در مقابل وحی شما نباید به فکر رو متکیش بشید بگید من فکرم اینجا نمیرسه اینجا فکرم هم دیگه این کار بشه بهتره حضرت آدم وقتی گفت نخور شیطان خداوندش گفت نخور شیطان گفت بخور اینجا در بین امر حضرت رب العالمین و شیطون اینجا حضرت آدم اینجا وسوسه شد این وسوسه شد که ما وسوسه نشدیم در مقابل عوامر رب العالمین ما وسوسه بفهمیم که آدم قهرمان قهرمانان زمین خود تو موازه با زمین نخوری نگو وزن کچی که من میتونم بلند کنم ببین آدم نتونست این وزن رو بلند کنه آدم قدر و قدرت در مقابل این وزنی سب چی گذاشتیم جلوش وقتی که به, امر ما متکی نباشد و از ما به قدرت نگیرد و در مقابل شیطان وسوسه بشه از زمین میخورد زمین نخورید ابنای بشر ببینید پرستون نخورید آیا از حرفتون کاملا درست بود و این حرفتون کاملا درسته و یک, یک کلام توحیدی است یعنی در اینجا دیگه فقط ارتباط با خداست آدم علیه و السلام اینجا ضعف بشری که خداوند میخواست داره به ما معرفی میکنه که ما انسان ها چه ضعفی داریم و شیطان وسوسه میکند ما بایستی به خدا روی بیاوریم فریب سوگندها سوگند ها رو نخوریم وسوسه شیطان کارش این هست آدم اون گونه فریب داد اصلا البته خب بحث ما نیست در این مورد که خداوند حضرت آدم برای اینکه در روی زمین خلیفه خدا باشه آفرید الان یه مرحله امتحانی پیمود تا واقعا بهش معرفی کنه که این دشمن تاست و با یک باری از تجربیات باد روی زمین مهم در اینجا اینه که بله که انسان نبایستی به خودش متکی بشه و مواظب باشد که دشمن زیاد داره به خصوص شیطان که اونو وسوسه میکنه اعلان جنگ کرده شیطان و میخواد اون از خدا دور کند اونو گمراه کنه یدوکم هو و حزبه هو لتکون من اصحاب السعیر او و حزب شما را میخوانند که از جمله چی باشید جهنمیان باشید پس این قضیه من, من, با شما اختلافی ندارم کاملا حرفتون کاملا درست هست که انسان نبایستی مغرور بشود بایستی به خدا متوکل باشد از خدا بخواهد دائما به خدا دائما از خدا کمک بخواد یا کن عبود و یا کن استعین عبادت هست و بعد خدای به خدا من کمک کن تا بتونم عبادت کنم این من با شما هیچ اختلاف ندارم وقت ما هم تموم شد آقای رضایی معذرت میخوام و انشالله آمد. که هفته بعد بتونیم موضوع را بیشتر باز کنیم فی امان الله, خب بندگان عزیز تا برنامه بعد همه ای ما در حفظ و پناه خدا سعی کنیم بندگانی صالح و شایسته باشیم ارتباطمون با خدا همیشه داشته باشیم ارتباطمون قوی کنیم و از او بخواهیم اعتراف کنیم به اشتباهیمون و اعتراف کردن به اشتباه خودش یک عبادت هست یک وسیله است برای تقرب به درگاه الله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته